19 ژوئیه سال 1992 پائولو بورسلینو قاضی ایتالیایی و نماد مبارزه با مافیا کشته شد. وی 57 روز پس از مرگ قاضی دیگری به نام جیوانی فالکونه که او هم با تمام قوا علیه مافیا مبارزه می‌کرد به قتل رسید. انفجار 500 کیلو مواد منفجره در مسیر حرکت فالکونه موجب مرگ وی شد. بورسلینو نیز به همین ترتیب کشته شد. او پیش از حادثه به خانواده‌اش گفته بود که می‌داند به مرگ محکوم شده، ولی تنها مافیا در مرگ وی دخالت ندارد. اما چه کسی یا چه گروه دیگری در مرگ او دخیل بود؟ فرزندان بورسلینو مقامات بلندپایه دولتی را به همدستی با مافیا برای قتل پدر متهم کردند. این فرض دور از ذهن هم به نظر نمی‌رسد، چرا که سال گذشته 6 نفر از کسانی که از سال 1993 به اتهام قتل او و قاضی دیگر در زندان بودند بی‌گناه شناخته شدند. آنها پس از خروج از زندان تایید کردند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده بودند. اما متهمان امروز دو مقام بلندپایه دولتی هستند: جیوانی کونزو وزیر پیشین دادگستری و نیکولا مانچینو وزیر وقت کشور.